دوستان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با شما هستیم اوقاتی بهتر باشه برای همه ما. خیلی خوشحالم که باز هم فرصتی به دست آمد تا با آقای حسن فیروزی باشیم. همونجوری که بهتون گفتم ایشون ساکن کالیفرنیا هستن و من سالهاست ایشون رو میشناسم، ولی هیچ وقت این شانس رو نداشتم. ضمن اینکه دفعه آخری که شما برنامه داشتید چند تا تیکت و اینام برای من فرستادید، ولی متاسفانه با برنامه‌های این عروسیایی که دارم و اینا جور نشد که بیام. در صورت الان ایشون در واشنگتن هستن تا دو سه روز دیگه، و شما دوستان هم اگر سوالی یا پرسشی دارید، چه از طریق شماره تلفن‌هایی که روی برنامه می‌بینید، چه ایمیل ما که هست info@mardomtv.com یا usa.sorby@gmail.com تماس بگیرید. من همیشه گفتم اونایی که میخوان تماس بگیرن راهش رو پیدا میکنن. بسیار ممنون. بله، دیروز ایشون اینجا بودن. اگر برنامه رو ندیدید، برنامهشون روی یوتیوب هست، بازپخش میکنن برنامه ها رو تا روز جمعه، احتمالاً حتی تا دوشنبه شاید، و فقط اسم همون حسن فیروزی رو شما تایپ کنید، چون من به همین اسم، به همین تایتل گذاشتم، اونجا شما میتونید ببینید. در صورت امروز سه‌شنبه است، برای دوستانی که میخوان مطمئن بشن، 18 اکتبر و 27 مهر ماه 1395. ساعتم هست 2:12 بعد از ظهر وقت نیویورک و واشنگتن. وقتی دیروز ایشون برنامه داشتن، چند تا از دوستان از طریق تلفن، از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل تماس گرفتن. از یکایکشون ممنون و متشکرم. از آقای علی شیرازی، همشهری گرامی، که ویدیوی ایشون رو برای دوستان ارسال کردن ممنونم. یک دوستی دارم که 40-50 سال پیش در تلویزیون، رادیو تلویزیون ایران کار میکرده و الان هم در کشورهای خلیج فارس زندگی میکنه. اون گفته من تا موقعی که اینجا هستم اسم ما نگید بهتره، چون اونجا مثل که خیلی وضع چیزی نیست از لحاظه. بله، در صورت ایشون من میتونم حتی نوشتهشون رو بخونم برای شما. نوشته بودن سلام کردن اینها، بعد نوشته بودن که ای کاش من اینجا بودم و شما رو در آغوش میگرفت، شما رو میبویید و شما رو میبوسید. من گفتم براشون نوشتم، خب کاری نداره، امروز ایشون میاد من این کارو میکنم. گفت حالا مشکلت زیاد شد. گفتم چرا؟ گفت خب بعد وقتی من تو رو دیدم، حالا میخوام تو رو آغوش بگیرم و ببوسم، اون موقع گازت میگیرم. از حالا اگه یه وقت من ایشون گاز گرفت، تقصیر شماست. در صورت آقای فیروزی هم گفتن خیلی ممنون. و یه چند تا از دوستان هم مثل دوستمون آقای پتیک از کالیفرنیا نوشتن که حرفایی که شما میزنید خیلی خوب و زیبا و دلنشین و دلچسبه، ولی آیا قابل اجرا هست؟ میخواین بعد از سلام علیک با دوستان با همین یه سوال، آیا این چیزایی که شما میگی قابل اجراست؟ برنامه رو شروع کن. بفرم. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون شما، بنده حسن فیروزی هستم از اهالی محترم آذربایجان شرقی که به حکم اجبار الان 36 ساله در شهر سان دیگو زندگی میکنم و نامم ایرانیه، فطرتم ایرانیه، کینونیتم ایرانیه و فرهنگ ایران را یکی از 4 فرهنگ بزرگ و غنی دنیا میدانم و تا اونجایی که امکانات داشته سعی کردم به ارث آبا و اجدادمون که همین فرهنگ هست، قسمت های خوب فرهنگ ایران. جناب سوربی، وقتی ما میگیم فرهنگ والا، ما بسیار نقاط ضعف و متاسفانه بد فرهنگی هم داریم که اصلا قابل دفاع نیست، ولی جزء خلق و خوی ما شده است. اصلا معنی فرهنگ همینه، مجموعه عادات، چه خوب چه بد که انجام میدن میشه فرهنگ، و بعضی وقتا به سنت هم همینو میگن. و شما خیلی قشنگ توضیح دادید که خوبی های فرهنگ رو میخوان. مثلا فرهنگ، یکی از بدی های فرهنگ ما که واقعا هم ما و هم بچه های ما را از ما دور میکنه، یکی از اینا قضاوت های کیلویی هست. ما عادت داریم، این افغانی ها اینجوری هست،
آها این هندوها، این هندوستانی ها، این چینی ها، این ترک ها، این رشتی ها، این فارس ها، این اصفهانی ها، اینا را اصطلاحا بهش میگن که قضاوت های کیلویی. شهریار یه شعری داره که گله اسمش هست، گله یک سرباز آذربایجانی از تهران و تهرانی. میگه تهرانی عزیز، تو اهل پایتختی، باید اهل معرفت باشی، به فکر و آبرو و افتخار مملکت باشی. چون میگه تو به رشتی، به رشتی، به توسی کل ماهی خور، به توسی کل خر گفتی، قمی را بد شمردی، اصفهانی را بتر گفتی، جوان مردان آذربایجان را ترک خر گفتی. اینا قضاوت های کیلویه. این یکی از نقاط ضعف فرهنگ ماست. حالا شاید هزار ساله، نمیدونم، از زمان اعراب نمیدونم. دوم اینکه یکی از نقاط ضعف ما عبارت از اینه که گناه را یا به گردن دیگران یا به گردن خدا میاندازه. قسمت نبوده، کار درست انجام نمیدهیم، مقررات و قوانین را رعایت نمی کنیم و وقتی دستگیر شدیم قسمت الهی بود. قربان، خداوند در زندگی هیچ کس هیچ دخالتی نکرده و نمی کنه و نباید بکنه. خارج از موضوع بحث ماست. ببین، یه چیزهایی دلداری میدیم، خواست خدا بوده فلان به ما، از اینکه مثلا یه نفر افتاده پا شکسته چی بگیم؟ در صورت همون آدمی که افتاده پا شکسته، اگه بررسی بشه میبینیم کفش مناسب نپوشیده، قدم های مناسب بر نداشته و ناهماهنگ بوده. ما بیچاره اینه که یه شاعر ایرانی میگه که جهالت و نادانی خود را بشر نام نهاده است قضا و قدر. چه قضایی؟ چه قدری؟ همه اینها طبیعت چون تحت یک نظام کلی و عمومی میچرخد و به اندازه سر سوزنی ازش تخلف نمی کنه. آه، هر که خودشو از پشت بام به اندازه زمین میمیره. حتی میگن که یه نفر از این کفار در دوره حضرت علی دیده بود که حضرت علی پشت بامه، گفت یا علی، گفت بله، گفت آ خدا حافظه، گفت بله، گفت خودت بنداز پایین. خب اگه خدا حفظ میکنه، خب، گفت بنده حق نداره خدا را آزمایش کنه. ببینید ما در فرهنگمون ابیات زیبا داریم، مثلا فرض کنید که یکی از اونا که از قول سعدی گفته میشه، شاید سعدی هم از جای دیگه برداشته، عبارت از اینه که ما پیام را نگاه کنیم نه پیام آور را. ولی ما اول میپرسیم کی گفته؟ هر کی گفت. سعدی میگه که عاقل آن است که گیرد در گوش، ور نوشتن پند بر دیوار. اگر شما روی سنگی یه پندی را میشنوید، اون گویندهش سنگ دیگه، نه؟ آقا این سنگ، من به حرف سنگ گوش بدم؟ نه، میگه که پیام چیه؟ یکی از مشکلات بزرگ فرهنگی ما هم جناب سربی که شما هم در این تلویزیون خیلی باش سر کار دارید، این کی گفته؟ البته شما آقای دکتر کاظم رنجبر رو میشناسید که فرانسه هستن؟ نه. توی نشریه ایرانیان مقاله مینوشتن اینها، و ایشون سالها پیش یه مقاله نوشتن که اتفاقا باید بپرسین که کی گفته اینو، چون بعضی وقتا اینی که کی گفته اون یه چیزی رو خیلی مهمه که مثلا پشت این حرفه کی هست. حالا اگه بتونم اون مقاله رو براتون پیدا کنم. حالا اگر باشید من با ایشون باید یه خورده صحبت بکنم. به نظر من و بر اساس تحقیقات علمی امروز، گوینده هیچ ارزشی نداره، پیام ارزش داره. اگر گوینده گفته که شما این آسید نیتریکه اینو نخورید، کی گفته؟ یه حمال سر کوچه گفته، غلط کرده. نه، پیام باید ببینیم که درسته یا نه. بله، اگر دکتر گفته مثلا هر بله، ما اگر گوینده پیام دکتر فلانی باشه، استاد دانشگاه باشه، اینا عناوین، یکی از بدیهای فرهنگ ما عناوینه. دوم کی گفته؟ مهندس گفته. ببین قربان، آدم ها آخرین تحقیقات روانشناسی نشان داده
که داشتن تحصیلات و عناوین هیچ تغییری در ماهیت معنوی ما ایجاد نمی کنه. ممکن یک شخص بنده همون شخصیت بچگانه زود قضاوت کن به قضا و قدر معتقد، اما جراح قلبم باشم، یعنی تحصیلات دانشگاهی نتونست به قول قدیمی ها. پدر من میگفت، خودش خب تحصیلات عالیه نداشت، اونایی که به دانشگاه میرفتن اسمش میگفت دانشکده آدم سازی، میگفت هر که به دانشگاه بره آدم میشه، و من به این پیام گوش میدادم، ولی بعدها دیدم نه، اصلا اینجوری نیست. برعکس، اگر افرادی نیت خوب، ژن خوب، شخصیت خوب نداشته باشه، شاید با داشتن این اسلحه ها بدتر بشه. بنابراین ما باید پند سعدی را 700-800 سال پیش گفته در نظر داشته باشیم. این آقایی که دیروز اومده بود پشت تلویزیون میگه میخواد چی بگه؟ میگه من آدم راستگو هستم، میگه من بهترین بنده خدا هستم. ابدا، این پیامی که بنده دیروز دادم عبارت از این بود که دوستان مسلمان ما در ایران، شما الان نزدیک 170-180 ساله، این بهایان بی گناه و بی آزار را به جرم اینکه اینا کافرن، اینا جاسوسن، اینا بی ناموسن، اینا بی اخلاقن میکشید، اذیت میکنید، به دار میکشید. در دوره شاه هم این کارو میکردن به مراتب کمتر، و الان بی نهایت میکنن. آخه شما فکر بکنید که اگه بنده بهاییم، بی دینم، لامصبم، کافرم، بچم چه تقصیر داره؟ حکومت اسلامی وقت سر کار آمد اولین دستور این بود که بچه های بهایی را به مدرسه راه ندهد. آقا در عرض یک روز مدیران همه بچه ها را پرسیدن بهایی هستی؟ بله. برو بیرون. و تمام بهاییان ایران بچه هاشون از ورود به کودکستان و دبستان و دبیرستان اخراج شد. شما فکر میکنید که دانشمندان و بقیه چیکار کرد؟ غیر از چند تا مجله در لس آنجلس و جاهای دیگر و یک مقدار دانشمند اعتراض کردن به دولت، بقیه ساکت شدن. آقا راست میگن دیگه، بچه بایی چه مزه بیره؟ آقای سربی، کسی که در خانواده فقط دانشگاه ایران، نه خیر قربان، مدرسه بود. مدرسه از کودکستان شروع شد. گفتم بابا اینا بچه بایی هم دیگه، نون بایی خوردن، فردا میرن بزرگ شدن جاسوس هم دیگه، ما چرا بذاریم دشمنان ما تحصیل کرده باشه؟ ذهنیت این بود. شما راجع به جاسوس صحبت کردین، یکی دیگه هم زنگ زد دیروز عصر که شما به شوخی گفتید که عموتون و پسر عموتون که کشته شده جاسوس بودن، به چه جرمی کشتنش؟ به جرم جاسوسی. به جرم جاسوسی. به جرم عموی 74 ساله من جاسوس اسرائیل بود. ببینید، به جرم خیانت به اسلام، به جرم جاسوسی علیه اسلامیت. و بعد پسرش هم اینجوری بود، 9 نفر دیگه پسرش با اونا کشته شد، اونام جرمشون جاسوسی بود. جاسوس انگلیس؟ نه، اسرائیل. جاسوس صهیونیسم بین الملل. بس عموی من اینقدر نمیشه صهیونیسم چی هست. البته بعد معلوم شد که خود آخوندها در زمان جنگ هم با اسرائیل در رابطه بودن، هم با آمریکا. خب از نظر اونها اشکال نداره، برای جنگیدن میشود تقیه کرد، میشه حتی از با دشمن دوست شد، و کار پیش هدف پیشرفت اسلامه به هر صورت و به هر شکل میسر میشه. بنابراین وقتی من اینجا میشینم حرف میزنم، اولا بنده نماینده خودم هستم. بارها عرض کردم من از طرف تشکیلات بهایی نه نمایندگی دارم و نه عضو فعال تشکیلاتم، عضو هیچ محبلی، هیچ لجنه نیستم. دوم، مسئولیت حرفهامو حتی خانمم هم نداره، بچه هم نداره، من دارم. و من از تمام صحبتهایی که میکنم هدفم این است که با اشتباه کمتر، ولی از روی نوشته ای نمیخونم، از محفوظات ذهنی 77 سالم استفاده میکنم. خب ممکن اشتباه بکنم، که با آخر پایانم میگم اگر حرفم باعث رنجش کسی شد، اگر با نظر کسی موافق نبودم
و اون از من رنجیده شد، من پوزش میطلبم. من حق به عنوان یه بهایی حق ندارم شب وقتی به رخت خواب میروم کسی را رنجانده باشم. ببینید بهاءالله که من بهش اعتقاد دارم میگه که گفتار درشت مانند شمشیر است و نرم آن مانند شیر. شیر در انسان تأثیر میکنه، آدم ریلکس میکنه. بعد بهاءالله باز میگوید زبان خرد میگوید. شیر شیر خوردنیه یا شیر خوردنیه یا شیری که ماره میخوره؟ نه. زبان خرد میگوید هر که دارای من نباشد دارای هیچ نه. اگه یه باهایی بیادش اینجا به این که من خرد رو قبول ندارم، خب باهایی نیست. باهایی نه اینکه هسته ها، باید خردمند باشه، نه اینکه من خردمندم، ولی تلاش من این است که از خوشه خرد بچینم. ولی دارای من نباشد، زبان خرد میگوید هر که دارای من نباشد، یعنی دارای خرد نباشد دارای هیچ نه. از هر چه هست بگذرید و مرا بیابید، منم آفتاب بینش و دریای دانش. این یه آدم ایرانی اهل شمال رشت و شمال، مدرسه نرفته، هیچ جایی هم درس نخونده، دیپلم پنج ابتدایی هم اصلا سواد نداشته، چهار تا دکترا و پنج تا فوق لیسانس هم نداشته، سمینار هم نمیذاشته، تلویزیون هم نداشته. در اون زندان نوشته اینا که هر که دارای خرد نباشه دارای هیچ نه. بعد میگه مقصود از کتاب‌های آسمانی، مقصود از کتاب‌های آسمانی و آیات الهی این که مردمان به راستی و دانایی تربیت شد. منظور از قرآن و تورات و انجیل و اقدس چیه؟ مردم به دانایی تربیت شد که سبب راحت خود و بندگان شد. هر امری که قلب را راحت نماید و بر بزرگی انسان بیفزاید و ناس را راضی دارد مقبول خواهد. مقام انسان بلند است اگر به انسانیت مزین و الا پستر از جمیع مخلوق مشاهده میشه. خب ممکنه یه نفر بپرسه آقای فیروزی به به چه چه چقدر حرفای خوب میزنی، ولی آیا قابل اجراست؟ پرسیدن. پرسیدن. اغلبی نمیپرسن. آقای پتیک پرسید. پس اجازه بده چند تا هم از دستوراتی که، از پیشنهاداتی که بهاءالله داده بگم، بعد بگم آیا قابل اجرا هست یا نیست و یک چجور باید اجرا بشه. پس اول منم میتونم بگم، من میخوام برای دوستان بنویسم که بله قابل اجراست اگه از خودمون شروع کنیم. هر کدومون از خودمون شروع کنیم. بله. حالا اونجا اشکالات بله. ما باید آموزش داده شویم. ببینید ما برای رفع بیسوادی در یک جامعه نمیتونیم هر کس از خودش شروع بکنه بره کتاب بخونه. میگیم نه، مدرسه میذاریم، دستمزد تعیین میکنیم، میگیم هر کی در این کلاس های مبارزه با بیسوادی بشینه ساعتی $5 بهش میدیم. کما اینکه سال 36 سال پیش که ما آمده بودیم امریکا، اون وقت تعداد مهاجرین کمتر بودن، کلاس های آموزش زبان انگلیسی به ما ساعتی $6 پول میداد. این که رفتی سر کار، از سر کار بیشتر میبردن، میشستن اونجا هفته 3 روز، معلم میومد و به زبان خیلی ساده به ما درس انگلیسی میداد. بهایی ها پول میداد؟ نه خیر، دولت کالیفرنیا میداد. بله. من رفتم در یه جای نشسته بودم، یه ماهی رفتم و انگلیسی معلم میومد، میشست اونجا و انگلیسی حرف میزد، یاد میداد، بعد اسمهامو میداد، بعد گواهی میداد، بعد برامون چک میومد. من ازش پرسیدم که این برای چی این کارو میکنه؟ گفت تا شما زبان ندانید هیچ کاری از شما ساخته نیست، اول باید زبان. من رفتم زبان یه مدتی 3 ماه کلاس دیدم، بعد بردم ما رو گذاشتم برای کار. من حالا اینو مفصل براتون میگم، من اولین کاری را که شروع کردم،
کار لوله کشی بود اسپرینت و ساعتی 6 دلار پول میدادن. گفت اینقدر زبان باید بدونی که بتونی با افراد تماس بگیری. ما اگر زبان ندانیم ارتباط برقرار نمیتونیم بکنیم. خب بشارات مژده هایی که به الله میده، میگه اول حکم جهاد، آقا تفنگت را زمین بگذار. منطقی نیست محو حکم جهاد، محو حکم جهاد، حکم جهاد فکر کردم میگید حکم جهاد، محوش برداشته، تفنگت را زمین بگذار، جهادی نیست، جهادی به خاطر خدا ما میجنگیم با خدایا. اونم میگه به خاطر خدا میجنگم، اونم میگه به خاطر خدا میجنگم. میگه محو حکم جهاد، معاشرت با روح و ریحان. آقا ما با یهودی ها معاشرت نمی کنیم. چرا؟ اونا نجس هم. با ارمنی ها معاشرت نمی کنیم. چرا؟ اونا ارمنی هم. اینا سنی هم. اینا با خدا هستن. اونا بی خدا هستن. با حالا گفته که معاشرت با کل ادیان بالروح و ریحان. بعد میگه که آقا شما که فکر میکرد اون یکی آدم ها نجسن، من بردم اینها را ساحل دریای آزادی، همه شون رو پاک کردم دیگه نجس نیستن. اوکی. بعد با حالا میگه که من برای چی اومدم؟ من آمدم دو تا دست دارم تو دستم، یکی آزادیه، شربت آزادی آوردم برای شما که آزاد بشید، دوم این که تمام انسانها را دوست داشته باشید. من دیروزم به شما گفتم، به بچه هم بگم، باهایی نیست، البته نماز و روزه و اینا جزء احکام اجرایی دینه، اما ذهنیته. من یه فامیل دارم میگه که من از این چینی ها خوشم نمیاد، میگم چرا؟ میگه در خیابان بد رانندگی میکنم. میگم ما نمیتونیم حکم کلی بدیم. مگه امریکایی ها تصادف نمی کنن؟ مگه مکزیکی ها نمی کنن؟ ما باید بگیم از افرادی که بد رانندگی میکنن خوشمون نمیاد. دوم این که اونها حق رانندگی دارن. ما نباید، من نباید که میگم، پیشنهاد من و پدرم اینه به من یاد داد که پسرم اگر روی کره زمین حتی این سگهای ولگرد بیابان را هم خدا خلق کرده باید دوستشون داشته باشی، و اگر اینا را دوست نداشتی شبها خواب راحت نخواهی داشت. من دیروز به شما گفتم آقای خلخالی چند تا از دوستای من کشته، تیر باران کرده. آقای موسوی تبریزی، عمو، پسر عمو، اون وقت پدر داماد ما را کشته، اعضای محفل تبریز رو کشته که من همشون عاشقشون بودم. ولی اگر سندیاگو بیاد من میبرم خونه و بهش میگم که جرم این افراد چی بود. مثلا در حکم عموی من نوشته که عموی من خودش باهاش شده بود و وقتی عمو گرفتن آوردن اینقدر آدم درستکار و با شرفی بود در اهر که پاسدارای اهر نیاوردن اینو به تبریز، از تبریز پاسدار رفت که نشناخت، نمیشناخت، که آوردن اونجا و وقتی آوردن حدود 42 روز در زندان بود. یه روز آقای موسوی اینو میخواد و وقتی از در وارد میشه، موسوی هم پشت میزش بوده، میگه کافر بشین. اما آدمش زد، گفت آقا من کافر نیستم، من خداشناسم، من نماز میخونم. گفت ای نماز میخونی؟ گفت بله. گفت بخون بینم. گفت آب بیارم. آب آوردم، وضو گرفت عموی من و در حضور آقای موسوی نماز بهایی خوند، بعدش هم دعاش خوند. نماز بهایی چه تفاوتی داره با محمد؟ ظاهرش متفاوت استادن جمعه، ولی کلیاتش قبلتون هم فرق میکنه. قبلش بله فرق میکنه، ولی کلمات و جملات عبارت از اینی که ارتباط معنوی با خالق جهان پیدا بکنی. اگر روی دلم در برابرت دارم، من این نماز حساب نماز نشمارم، به عشق روی تو من رو به قبله آوردم، وگر نه نماز من به چرز که در بغل دارم. کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من به چرز
که در بغل دارم. نماز عبارت از خم شدن و راز شدن نیست، یک ارتباط معنوی با خالق جهان هستی، با ادب، با عرفان، با هر چیزی که فکر بکنید، یک قدرتی، یک جاذبه، یک انرژی هست، با اون ارتباط برقرار میکنید و پشتیبان شماست. ما وقتی میریم پول میذاریم تو بانک و بعد فکر میکنیم که اون حساب پشتیبان ماست. این نماز هم برای افرادی که معتقد به وجود خدا هستن یک ارتباط معنوی است، یک تماس روحانی است. بعد آقای موسوی میگه که آقای فیروزی، شما خودتون بهایی شدید یا بهایی زاده هستید؟ عموی منم میگه که نخیر، من خودم تحقیق کردم و بهایی شدم. بهش میگه بفرمایید. عموی من میره در حجرش میشینه، این حکایت رو برای من یکی از دوستای ما که هم حجره ایشان بوده و بعد از زندان آزاد شده میگه. میگه اومد نشست اونجا، قلم کاغذ برداشت که به پسرش که در سلول دیگه زندانی بود نامه بنویسه و بهش میگه که پرویز جان نگران نباش، آقا بنت آدم خیلی خوبیه، با من مصاحبه کرد و من فکر میکنم دارم آزاد میشم، شما رو هم آزاد خواهد کرد. یکی از پاسدارا میاد میگه آقای فیروزی قلم کاغذ چیکار میکنه؟ گفت دارم برای پسرم نامه مینویسم. میگه حالا که قلم کاغذ دستونه، وصیت نامه تونم بنویسید، شما محکوم به اعدام شدید. آقای موسوی در حکمش هم نوشته که هیچ جای تخفیف هم وجود نداشت، گرد 74 سالش بود، چون مرتد فطریه. مرتد فطری رو آقای موسوی خیال میکرد و خیلی از آخونده خیال میکنن که مرتد فطری رو قرآن گفته و که اگر کسی مسلمان شد بعدن از اسلام برگشت دوباره بکشید. بین علما اختلافه، ولی در تاریخ بیشتر نوشته شده که از زمان ابوبکر اجرا شد، در زمان محمد نبوده. زمانی که حضرت محمد فوت کرد، قبائلی که به اسلام آورده یکیشون برگشته بود، تمام شد دیگه. بعد ابوبکری که اگر اینا برگردن اسلام از بین میره، دستور داد هر کدوم از اعضای قبائل که مسلمان بوده الان میگه نیستن گردنش رو بزنن. این شد اصطلاح مجازات افرادی که مسلمان هستند، مرتد فطری هستند. ولی پسرعموی من چون پدرش بهایی بود، اگر اون توبه میکرد و میگفت که من بهایی نیستم، شاید اون نمیکاش. اینی که این بحثها رو از اونجا ادامه دادن. ولی نمیگن بهایی ها مثلا حتی برای دانشگاه و کار و اینها حاضر اخراج بشه، ولی نمیگه که من بهایی نیستم. بله، عرض کنم خدمت شما که اینا برای مدرسه چه اتفاق افتاد. وقتی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور، اتحادیه اروپا نامه ای نوشت بهش، گفت اگر در ظرف این مدت کوتاه کلیه بچه بهایی ها به دبستان ها و دبیرستان ها و دانشگاه ها راه داده نشوند، ما تمام سفارتخانه های من را در تهران میبندیم. رفسنجانی آدم باهوش، فکر داره، گفت باشه، دانشگاه نه، ولی به مدارس ثبت نام. پس همین بوده که من میدونستم یعنی یه چیزی دار. شروع کردن ثبت نام کردن و بچه بهایی ها رفتن به مدرسه ها، کودکستان و دبستان و دبیرستان، ولی دانشگاه نه. بعد از اون بهایی ها آمدن برای خودشون دانشگاه درست کردن، خودشون درس هم دیگه و یکی از فامیلای ما عضو این کمیته بود که این دانشگاه ها رو درست کرده بودن. آمده اینا رو گرفتن، گفتن که ما به شما گفتیم که نمیخوام شما درس بخونید، شما میخواید که جاسوس های تحصیل کرده باشید. یا گفتن آقا ما فیزیک شیمی میخوانیم. دوم آقای سپروی عزیز و گرامی، من همیشه به این فکر کردم که آیا امریکا و انگلیس و روس چیزی در ایران بوده که ندانند؟ که این را یه دفعه در ابرگو یه روستایی، اونجا 9 تا پیرمرد را جمهوری اسلامی تا
تیرباران کرد. نوشت در ابرو این جاسوسان شناخته شدن اسرائیل و تیرباران شد. یکی از روزنامه های لس آنجلس نوشت که این جمهوری اسلامی خیال میکنه که جاسوس چیز ارزون قیمتیه، بیاره در یک کوره دهی 9 تا از اینا رو بذاره. گفتن جاسوس خیلی گرونه، از یه هواپیمای بزرگشون گرونتره. اینا سعی میکنن که اول اینا رو نجات بدن. چطور اومدن در یه ده نقطه گذاشتن؟ و دومی که ارتش ما را از اول امریکا تحصیل کرده، انگلستان داده، فرانسه داده، اینا تمام مطالب راجع به این را میدونستن. بنابراین خب از اون که بگذرم، شما راجع به مرتد بودن صحبت کردین، چون دوستمون میبینم از طریق فیسبوک آقای پرویز آمدن و نمیدونم ایشون جز اونایی که به اصطلاح طرد روحانی شدن یا تنبیه اداری شدن. اینو من از بهایی‌ها یاد گرفتم که دو نوع داره این شما، ولی میدونم که ایشون قبلا بهایی بوده الان نیست و خیلی هم ناراحت. حتی دیروز هم درباره برنامه شما یه چیزایی نوشته بود، امروز صبح با من تماس گرفت که ایشون برنامهش کی شروع میشه. گفتم 2 بعد از ظهر و میبینم هست. افرادی که بهایی بودن حالا یا تنبیه اداری شدن یا طرد روحانی شدن، اینا بالاخره یک ناراحتی داره. برخورد شما بهایی ها با اونها چی هست؟ یا یه دستورالعملی هست یا نه؟ حالا من نمیدونم وسط این موضوع به این برگردم یا نه. امیدوارم بله. که بقیه مطالب از همون جایی که مونده بودیم ادامه بدیم. بله. ببین قربان، بهاییت یه نظمی داره، تشکیلاتش. ما بهایی داریم که نه تسجیل شدن، نه گفتن که بهایی هستیم، نه کاری با تشکیلات بهایی دارن. عشقشون رو میکنن، کتاباشون رو میخونن، نمازشون رو میخونن و بهایی آزادن. اما زمانی که من در سن 21 سالگی وارد سازمان و تشکیلات بهایی میشوم، یه اساسنامه داره. مثل اینکه چجوری بگم، حزب دموکرات یه اساسنامه داره. شما میروید این اساسنامه را میخوانی و زیرش امضا میکنی. یعنی من اینا رو قبول دارم، قبول دارم و امضا میکنم. اگر بعد از اون برخلاف اون کاری انجام دادید، حالا من نمیگم ایشون دادن یا نه، قضاوت نمیکنم، اگر برخلاف اون کاری انجام دادید، اول به شما تذکر میدم، بعد شما را از حق اداری محروم میکنن. مثال بگم، بنده که 21 سالم شد و این کارتو امضا کردم، من تعهد کردم که کلیه موازین حقوقی، اجتماعی و تشکیلاتی بهایی را انجام بدم. خب؟ نه. اما انجام ندادم. مثلا چی بگم؟ مثلا من به شما بگم که در بهاییت کشیدن تریاد جزء محرمات حتمی است. من میگم آقا چه ارتباطی به خدا داره؟ چه ارتباط؟ حالا ما یه دمی هم به دود میزنیم و لذت میبریم. این به گوش تشکیلاتی میرسه، میگن آقای فیروزی، شرب دخان و مسکرات و بخصوص افیون از محرمات حتمی است، شما باید اینو ترک کنید. و اگر من ترک نکردم، می نویسن که آقای حسن فیروزی به علت عدم اجرای دستور محفل ملی از حق اداری محروم می شود. حالا حق اداری چیه؟ حق اداری یکی رأی دادن هست. خب؟ انتخابات به انتخابات من نمیتونم رأی بدم. دوم، حق دادن تبرعاته. بهایی ها از غیر بهایی دیناری قبول نمی کنن. به صندوق و تشکیلات بهایی فقط افراد بهایی تسجیل شده می توانن پول بدن. من طرد اداری میشم، بعد می برم 10 میلیون دلار پول می گم، نمی گیرن. یا یه نفری که بهایی نیست میاره 10 میلیون دلار می نمی گیرن. یا اینه چقدر احمق هم. قرارشون اینه. من نمیدونم این آقا در خارج حاضرم با ایشان صحبت بکنم و عرض کنم ایشان
اگر طرد اداری شده باشه یا محرومیت اداری شده باشه محدود به حدوده. ما در امریکا چندین نفر آدمای خیلی سرشناسی داشتیم که اینا مشکل داشتن، بعد جبران کردن، بعد برگشتن، الان هم تشکیلات بهایی هستن. این برای این آقا در امریکا شما از چرا قرمز رد گشتین چیکار میکنن؟ جریمه میکنن. اول گواهینامه‌ات نگاه میکنن، اگه قبلا خلاف نکرده باشی پلیس ممکنه بهت وارد بگیره. اگه در سال 10 دفعه چرا قرمز رد شده باشی گواهینامه‌ت رو میگیرن. همین خیلی سال. بسیار عالی. خب اگر دوستمون خواست میتونه، یادم اون وقتا شما شماره تلفن حتی دستی خودتون رو برنامه شماره تلفن دستی رو بهشون میدم. بله مرگون بفرمایید. به گونه 858 بله 342 99 91. دوستان اگر سوالی دارن که فکر میکنم من میتونم جواب بدم اون وقت میتونیم از این نظر استفاده بکنیم. اما این مطلبی که شما سوال کردی، آیا بهایی ها در مقابل اینها مقاومت میکنن یا نه؟ بله. بهایی ها از بدو پیدایش بهاییت همیشه در مقابل اول کسی که اینا رو دوست داره. من کلمه مخالف به زبان نمیارم. یکی ده بهایی را آشنا هستن، یکی ده آشنا نیستن. یکی ده میدونم بهایت چیه، میگه قابل اجرا نیست، حرف آقا. یکی ده میگه که نه آقا، اینا برای بدبخت کردن ماست. من با اونا کار دارم و با اونا میتونم صحبت بکنم که من الان چندین سال بهایی هستم، کم و بیش به آثار بهاییتم آشنایی دارم، ولی هیچ وقت، دیروزم قسم خوردم، هیچ وقت در کتاب ها من افراد بهایی کار ندارم. در کتاب بهاءالله، در کتاب بهاءالله و یا تشکیلات بهایی حرکتی، فکری، جایی ندیدم که برخلاف عقل و منطق و سعادت کل بشر. اگر کوچکترین مشکلی بود الان پشت میکروفون میگفتم. من که فردا معلوم نیست زنده ام یا نه، چه چیزی بهتر از حقیقت؟ شما فکر میکنید که این همه بهایی ها بالای دار رفتن و نگفتن که ما جاسوسیم و ما هستیم دیگه، ببخشید هستیم. همیشه بهایی ها در مقابل آخوندیزم مقاومت کردن، چون یکی از تعالیم بهاءالله اینه که ما دست آخوند را نباید ببوسیم. آقا اصلا بهاءالله یک کار کرده، گفته هر نوع دست بوسی حرامه. من فقط دست مادرم رو، دست زنم و دست خواهرم میبوسم و امیدوارم این دیگه گناه نباشه. اما دست آخوند هیچ دستی را نباید بوسید. شما میبینید آخوند ها میرن چکار میکنن به ده که با من دیدم وارد ده که میخواه روستایی بشبن، دستاشون اینجوری میاد بیرون و مردم میان میبوسن. دست پادشاهان را میبوسن. برای چی؟ ما چرا باید دست کسی را میبوسیم؟ آخوندیز به ما گفته که من به خدا از تو نزدیکترم، من خدا را بهتر از تو میدونم، تو بدبخت کی هستی؟ قرآن میدونی؟ نخیر. کتابای مذهبی خوندی؟ نخیر. پس تو چیزی نمیدونی؟ یا تو خوندی چه میدانی؟ و این جرأت رو نداشتم. اما نسل جوان ایرانی، من تماس دارم، میگن الان نسلی در ایران میرسه که نه به این تلویزیون ها نگاه میکنن، نه به اون تلویزیون ها نگاه میکنن، دارن عمیقا فکر میکنن که آخوند با من، آیت الله فلانی با بنده غیر آیت الله، راجع به خدا چه میدونی؟ و دارن خودشون آماده میکنن برای یک رنسانس دانش و خرد. و من امیدوارم اینجوری پیشرفت بکنیم. وگر نه اسلحه بخرم، مقاومت بکنم، کشت کشتار بشه، ما میشیم سوریه سانه. امیدوارم که نباشیم. اینه که دوستای ما، اولا من اینجا یک پیام دارم. پیام من پیام دانشجویانیست که وقتی اینها رو گرفته بودن برده بودن دانشگاه، که شما این دانشگاه دارد، آره دانشگاه درست میکنن و اینقدر
با قدرت، یک عده زیادی از اونا رو من میشناسم، اونا لیسانس میدن، بعد وارد امریکا شدن، فوق لیسانسشون رو گرفتن و خیلی از دانشکده های اروپا و امریکا کار اونا را و کارنامه اونا را قبول دارن و این باعث رنجش عذرات شده. یعنی دانشگاه های خانگی یا دانشگاه های خانگی. و یکی از این دانشجویان که گرفته بودن اینجوری گفته، نامه نوشته به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم باید بداند که تحصیل تا عالی ترین مدارج ممکن خط قرمز جامعه بایست. چطور جمهوری اسلام میگفتش که داشتن این چیز اتمی خط قرمز ماست؟ همون وقت یه دانشجویی هم که در زندانه به تشکیلات، شاید به خود آقای رهبر، نامه نوشته که جمهوری اسلامی هم باید بداند که خط قرمز ما اینه که عالی ترین تحصیلات ممکن را حتی در زندان باید انجام بده. عالی ترین مدارج ممکن خط قرمز جامعه بهائی است و به هیچ قیمتی دست از آن بر نمی دارد. اگر دانشگاه راهمون ندهید دانشگاه می سازید، اگر لوازمان را مصادره کنید باز تهیه می کنید، اگر کلاس هایمان را تعطیل کنید به اینترنت پناه می برید، اگر استادهایمان را بازداشت کنید استادهای جدید پیدا می کنید، اگر مدیرهایمان را زندانی کنید باز هم مدیر داریم، آنقدر مدیر داریم که باورتان نمی شود. در یک کلام تا دانشجو داریم دانشگاه هم خواهیم داشت. شکلش، مطالبش، اساتیدش، ماهیتش متحول است ولی اصل همان خط قرمز است. بسیار عالی. آبا این میشه کاری کرد؟ نه دیگه، عزمشون جزمه. و همین این عده زیادی از این بچه ها وقتی از این دانشکده ها مدرکی میگیرن میان اصلا بسیاری از من نمیدونم دقیقا، باید بپرسم خدمتتون عرض کنم، بعضی از دانشکده های امریکا اعلان کرده که اینها رو قبول که اینها رو قبول ارزشیابی میکنم، اروپا اعلان کرده که اینها رو قبول میکنه. و من عرض کردم دیروز خدمت شما، مشکل ما، من بهایی با جامعه بزرگ اسلامی ایران اینه که از 170 80 سال پیش به اونها آخوندیزم بین الملل، آیت الله ها به اونها تلقین کردن که ما دشمن دین و مذهب و ناموس اونایی و من کاری نمیتونم بکنم، اسلحه نمیتونم بگیرم، برم اونجا اعدامم میکنم، فقط به این تلویزیون پناه میارم که بگم آقای سرمی تو در ایران بزرگ شدی، بگو که جرم ما چیه. شما نمیتونی چهار نفر پیدا کن بیان اینجا بشینن جلوی این دوربین و بگن که آقا جرم من بهایی چیست. آقای حسن ارشاد برنامه شما رو دیروز نگاه کرده، دیشب نوشته بود که چون شما هم در تعطیلات هستید به اصطلاح و ایشون هم الان اونجا توی ایران خیلی گرفتار هستن به خاطر این ایام محرم و اینها، مغازه دارن اینو، حتما بعد از این یه هفته، یعنی هفته آینده به اصطلاح درباره برنامه‌های شما صحبت میکنن یا حتی با خود شما تماس میگیرن. یه بار دیگه من شماره تلفن شما رو به دوستانی که میخوان تماس بگیرن، شماره تلفن شخصی خود ایشون 858 این ایرکو تا سن دیگه، بله 858 342 99 91. شماره تلفن ما هم اینجا هست که میتونید تلفن کنید، تکست بفرستید، پیام بذارید یا ایمیل، یعنی دیگه همه امکانات هست، جای هیچ گونه عذری نیست. خب بفرمایید که چهار نفر بیان بگن جرم شما چیست. ببینید به من نگن که بها الله را خدا نفرستاده. خب من نمیتونم، من میگم آه حضرت محمد خدا فرستاده، میگم ثابت کنید یا این قرآن. اینا بحث های لغوی میشه. اوکی، البته میشه گفت همه ما رو خدا فرستاده، اگه کسی به خدا باور داره همه ما رو خدا فرستاده. اما آقا بهایت را قبول ندارم، دوست من، دوست دانشمند من،
میگه که من با تعالیم بهاءالله مشکلی ندارم، تعالیمش حرفاش عالیه، اما خدایی نیست. ای بابا، خدایی یعنی که چون بهاءالله را خدا نفرستاده مهر خدا را نداره. اینو ما چجوری میتونیم حل بکنیم؟ میگم آقا مفیده یا نه؟ صلح اگر در دنیا ایجاد کنیم خوبه یا نه؟ اگر مرزها را برداریم، اگر یک حکومت جهانی به وجود بیاریم، اگر دختر بچه ها را زودتر از پسر بچه ها به مدرسه بفرستیم. میدونه با الله چرا میگه پسر را دختر را زود؟ میگه اگر یه پدری اینقدر پول داره که بین پسر و دختر یکی رو میتونه به مدرسه بفرسته، باید دختر بفرسته. دختر معلومه، برای اینکه دختر روزی مادر شود، مادر فهمیده، تحصیل کرده، باسواد، منتقل میکنه به بچه ها، بچه ها منتقل میکنه. ما از مادرها یاد میگیریم، از پدرها چیزی زیاد یاد نمیگیریم. چرا؟ برای اینکه زبان خشونت دارن، زبان زورگویی دارن. گفتم مادر قربونت برم، فرق داره زبان مادر با زبان پدر. این دوستان بیان، من یک بارم چند سال پیش عرض کردم حاضرم، به شرطی که جلسه یک ناظم داشته باشه، یک قاضی داشته باشه و بذاره که من بهایی متهم به جاسوس بودن حق دفاع داشته باشم. به عموی من فقط 2 دقیقه مهلت ندادن که از خودش دفاع کنه. آقا بهایی هستی؟ بله. ادا به پسر عمویم چرا؟ این حق رو دادن. 9 نفر بودن اینا، 39 سالش بود، دکتر داروسازان بود. اینا همونا نبودن که تو ابرگو دستگیر شد؟ نخیر، اون ابرگو افراد دیگه بود. به این 9 نفر آمدن گفتن چون شما وابسته به صهیونیست بین الملل هستید، اینه که محکوم به ادامید. اما ما برای اینکه ارشاد اسلامی و رعوفت اسلامی را به شما نشان بدهیم 3 روز برای شما سمینار میذاریم. یا آخوندی آمدن اونجا نشستن، اینا را گذاشتن پشت میزا و این آخونده شروع کرد که اسلام آخرین دین خداست، بعد از قرآن هیچ کتابی نخواهد آمد و و و و بعد از 2 جلسه آمد خود آقای موسوی خطی کشید وسط، گفت از دوستای ما هر که به دین مبین اسلام مشرف شده بیاد این ور خط قرمز. این 9 نفر یک شده بود. همیشه من دیشب عکس این پسرمو میدیدم، اینقدر احساس میکردم که چقدر اینا قهرمانان هست. تسلیم نشدن در آخوند هر کی باشه، مقاومت، اینا ستونهای مقاومت هست. دینشون رو، باورشون رو به جانشون نمیخرن. اون روز دختر من به من میگه بابا اگر برمیگشتیم همون روز شما را میگرفتن، و من 6 سالم بود، برادرم 12 سالش بود، و شما را میگفتن که بگو که بهایی نیستم و نکشیم، رحم به اینا بکن، وقت میکردی؟ گفتم ببین دخترم، اینا تنها نمیگن کاغذ بنویس که من مسلمان شدم. جلوی ما و دوستای ما، البته من خوشبختانه گرفتار نشدم، کاغذ میذارن که شما اعتراف بکنید که شما این جاسوسی ها رو میکردید، این کار رو میکردید و الان داره توبه میکنه. ما را وادار به شهادت دروغ میکردن و موسی سعی کرده 5000 سال پیش به ما یاد بده که شهادت دروغ مده. نگفت اگر بچه اونجا میکشن شهادت دروغ بده. قتل مکن، زنا مکن، شهادت دروغ مده. آقای سربی الان در خیابان یا شما ببینید که یک نفر کش و تهدید بکنن که شما اگر راستشو بگید شما را خواهیم کش، چیکار میکنه؟ به احتمال زیاد سالم مشکلی. خب این دوستمون، من از اینجا نمیتونم بخونم، جرم شما اینه چی؟ بر آب کشاورز قیمت گذاشتید در سیستان، درست میخونم؟
جرمش... این پایین بله جرمش با اینه که بر همین دوستمون پرویز میگه اینا کشاورز بر آب کشاورز قیمت اتفاقا یه دفعه ایشون برای من نوشت که باهایا در رابطه با آب خب اگر امکان داره یه ایمیل ارسال کن پرویز جان تا بتونین بیشتر چون توی فیسبوک جا نیست این سیسانه یا من نمیدونم فکر کنم میخواستم این سیستان سیستان چیه سیستان من عرض کنم خدمت شما که حالا یعنی تصمیم شما... گیرنده شما... میدونم بس. تصمیم گیرنده نیستم من 17 سال به وزارت آب و برق آها چون شما مهندس کشاورزی بودید من در اداره آبیاری بودم بله بله ببینید یکی از جرمهای بنده که اگر میگرفتم محاکمه میکردم اینی که مردم در رضایه و آذربایجان غربی میومدن به اجازه حفر چاه عمیق میخواستن ببینید من اگر یه روزی شما فرصت بدید و یا فرصت باشه بدون وارد شدن به بحث‌های مذهبی به بحث‌های اجتماعی بپردازی مثلا بگیم که آقا دریاچه رضایه چرا خوش قرار بود یه صحبتی داشته باشیم بگیم که آقای احمدی نژاد ببین الان احمدی نژاد رفته خب این یکی از گوش‌های بد فرهنگ ایرانی است که ما تمام گناهان خوش شدن دریاچه رضایه رو بارش کنیم اون بدبخت هم یک دفاع نداره ولی جمع سوری واقعیتش که اصلا اینجوری نیست آقای احمدی نژاد در خوش شدن دریاچه رضایه همونقدر مقصرن که شما همونقدر مقصرن که من ما باید اون وقت بیان بشینیم ببینیم که آب تعریفش چیه در دنیا چقدر آب داریم ایران جز کدوم کشور هاست دریاچه رضایه چند تا رودخانه تغذیهش میکرد چرا ما سد ساختیم؟ نتیجه ساختن سدها که مانع از رسیدن آب رودخانه ها به دریاچه رضایه شد باعث کم شدن آب دریاچه رضایه شد آقای سربی، یه حکایتی به شما بگم من در ازای مسئول دادن پروانه چای عمیق بودم بعد یه آقای آمد و من دیدم که تلفن زنگ زد برداشتم منشی تیمسار صیادیان رئیس ساواک رضاییه بود و میگفتش که تیمسار یک آقای را فرستادن پیش شما و خواهش کردن که خودتون توجه بکنید به کار این ایشان خیلی آدم مورد توجه تیمسار هم گفتم چشم این آقا اومد نشست و گفتش که من اینجا زمین خریدم و میخوام که یک چاه عمیق برای من بدید. چش؟ من یکی از خصوصیاتم بود که در اتاقم باز بود. هیچ وقت نمیذاشتم ببندم. و چون فکر میکردم که من نوکر این مردمم. پول مرا اونا میدهند. همیشه در باز بود. هر کیم میومد بلند میشدم دست میدادم اسمشو گذاشتم بفرم. این آقا اینجوری کرد. کارش انجام دادیم رفت هزینه مهندس به صندوق ریخت آمد گفت عجله دارم گفتم هرچه زودتر فردا رفتم مهندس کارشناس زمینش اندازه گرفت برنامهشو دید آمد نوشت که چون کمتر از 2 اینچ پمپ نداریم ما به ایشان یک چاه میدیم بزنن که نه تنها عمیق نیست بلکه قطر آبی که از زمین میکشه پمپش باید 2 اینچ باشه چون کمتر از 2 اینچ نداریم این آمد این انداخ روز میزه من آه این مسخره بازی ها چیه در آوردید 2 اینچ من میخوام چیکار کنم من چاه عمیق میخوام همچون رفت و بعد از 1 ساعتی من دم تلفن زنگ زد گوشی برداشتم خود تیمسار صیاده آقای فیروز خیلی ممنون منو خیلی سرفراز کردید گوشی برداشتم خب میدونی که اینا چیکار میکنن من بلند شدم پروندهشو برداشتم زدم زیر بغلم رفتم به ساواک به منشیش گفتم که نگو که من اینجا هستم تیمسار از دست من خیلی عصبانیه من اینجا میشینم تا وقتی خودش بگی علتی بیان رو اون وقت یخشو میکرم
بعد از یه مدتی تیمسار میخواست بیاد بیرون، اومد تو اینجا چیکار میکنی؟ گفتم تیمسار شما تلفن روی من بستی و دل منو شکستی، اومدن به شما آقا توضیح نمیخواد، ما از شما عمر یک خواهش کردیم. من از شدت ناراحتی گریه کردم، دم تیمسار شما دارید روی شرافت اخلاقی من پا میذارید، من دارم به این مملکت خدمت میکنم، من قسم خوردم که این آب مردم رو نذارم هلیان بشه. گفت بیا بشه. دم تیمسار اصلا شما میدین آب زیر زمینه؟ گفت نه. دم تیمسار ما به اینا میگیم از زمین آب نمیاد، ته زمین گرمه، این آبا همه شما از روی زمین قطره 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 میرن یه جای جمع میشن که ما به اصطلاح میگیم سفره آبهای زیر زمینی، و این نامحدود نیست، محدوده. اگر ما به جای چاه 2 اینچ یک چاه 4 اینچ 8 اینچ بذاریم، در نتیجه اگر این آب در 50 سال تمام خواهد شد، در 10 سال تمام میشه و نتیجه خشک سالی میارد اینجا. شما رئیس ما هستی، ما میدونیم با هر تلفن میتونی، شما آدم با شرف و دو و واقعا بود تیمسار سیادیان کرد بود، اینقدر اینو دوست داشتن که خود اینها به خصوص اون شخصی که در زندگی رضایی هست اینو فرارش ناد. من تیمسار اگر شما گوشی ببندی، من به چه قدرتی اونجا پشت میزم کار بکنم؟ خدا شاهد این دفعه اون گریه کرد، گفت آقای فیروزی من نمیدونستم، کسی به من نگفت که سفره آبهای زیرزمینی. شما میگن این انباره؟ گفتم بله تیمسار یه انباره، هی پمپ میزنیم سوراخ میکنیم. آقا بعد از انقلاب آمدن هر ایرانی که اونجا زمین داره، گفتم گور پدر اداره آبیاری، چاهای عمیق کرد. چطور آب روی زمین حرکت میکنه؟ زیر زمین هم حرکت میکنه. سطح دریاچه رضاییه وقتی این آبا به اونجا میرفتن نفوذ میکردن به دریاچه رضاییه، آب هم از بالا میرفت هم از پایین. بالایی رو چیکار کردیم؟ سد زدیم، سد زرینه رو پایینم که آب رفته پایین. مثلا قبلا اگر 20 متر چاه میزدن آب خوب میومد، الان باید 70 متر بزنن، رفته پایین. و سبب جهالت و نادان. جهالت و نادانی کی؟ من کشاورزی یا من آببری که دلم میخواد یک انات میگم بیر دایرمان بیزه سوه، یک اینقدر آب بده که یک آسیابو بجردونه، بهش میگم آب قطره‌ای، میخنده. آقا خدا حفظش کنه، آقای دهستانی استاندار آذربایجان غربی بود و این جلساتی گذاشته بود، هر ماه مسئول یه اداره میومد برای مسئولین سازمانهای استان صحبت میکرد، انجمنهای ایالتی و ولایتی، انجمن شهر رضاییه و تمام استانها میومدن اونجا. یه روز نوبت به ما رسید، من دادم یه عکسی کشیدن درخت چنار و چند تا لوله قطره‌ای گذاشتم بردم اونجا، گفتم به امید روزی که ما باور بکنیم که با این شلنگهای کوچک این درخت چنار رو آبیاری کنیم. و شروع کردم توضیح دادم که آب چیه، مقدارش افسوده نمیشه، بستگی به مصرف ما داره، وقتی آب رو توی نهرها میریزیم 70% اون از بین میره، به درخت نمیرسه، پس چاره نداریم، باید قنوات بسازیم، باید ما سفالو استفاده بکنیم، از شلنگ استفاده بکنیم، از دوله استفاده بکنیم. آقای مهندس شما رفتید چند سال درس خوندید شدید مهندس، حالا به ما کشاورزی هم یاد میدهید؟ ما جدن در کشاورز بود. اون یکی هم کف زدن. آقای فیروزی کار شما ساختن سد آبشه، به ما خودمون میدونیم چجوری استفاده کنیم، ما میدونیم چجوری هدرش. یا آقای هومر آبرامیان هست، حتما میشه دارن در رسته خدا حفظش کنه، ایشون سالها نهر میساخت با سیما که جلوی هدر رفتن
و بعد میگه که این کشاورزان میومده میشه میخندیده. چه سر ما خودمون میدن. مشکل ما ندانستنه. آن کس که نداند و نداند که نداند وزش دریاچه رضایی خوش میکنه. آن دریاچه رضایی را جمهوری اسلامی خوش نکرد. در اورال هم دریاچه اورال خوش میکنه. در تمام دنیا آبادر خوش میشه. 70 سال دیگر غیر از کانادا هیچ جای دیگر آب کافی برای شرب نخواهیم داشت. من یه دفعه در تلویزیون پاس گفته بودم، بعد یکی از دوستان اونجا مجری برنامه است جواب داد که آقای فیروزی خیلی ناراحت نشوید، ما این همه دریا داریم، این اقیانوس ها آب اینا را شیرین خواهیم کرد. بگم بله ما آب میتونیم، الان هم میتونیم، الان هم دستگاه هایی هست که آب را شیرین میکنن. ولی خبر بعدش اینه که هر گالون بین 25 تا 35 دلار هزینه برمیداره. اوکی؟ بنابراین آقای صبح، من صبح که صورت رو تیخ میزنم شیر آب رو باز میکنم میبندم، دوباره میبندم، مسواک که میزنم میبندم. اینجا هم تبلیغ میکنن که این کار میبندم. من وقتی شیر آب بازه صابون که زدم شیر رو میبندم. من یه حکایت دیگری بدم اگر فرصت داشته باشید. آقای مشیری، استاد مشیری خونه ما بودن، قبضه که اومده بود یه چند روزی مهمان ما بودن، من باز کردم و دیدم که و هر روز در خانه ما 1500 گالون آب مصرف میشه. اولین عکس العمل آقای مشیرین بود که نه آقا این اشتباه کردن، کنترل خرابه. چون من سابقهش رو میدونستم گفتم نه آقای مشیرین، این خانم من شیر آبو تا آخر باز میذاره. مهمانه رفتم بشکاب رو جمع شیر باز میذاره، این ظرف رو میذاره تو یخچال، اون یکی میاره و من میگم فایز جان اینه میشه کمش کرد نمی کنم. دختر من اون وقت موهاشم دراز بود، میرفت 3.5 ساعت زیر دوش بود، از اول تا آخر بازه. دیروز که پیروز که میومده نگاه کردم دیدم مایی که روزی 1500 گالون مصرف کرده بودیم الان شده 450 گالون. و من اغلب از شما میپرسم آقای صبح شما میدونید روزی چند گالون مصرف میکنید؟ اونایی که میدونن فقط پولشو میدونن. نه ما 100 دلار بیشتر نمیدن، دلارش کار نداره، گالونه. ما مثلا فرض کنید که من هر ماه هر دو ماه یه دفعه شلنگ برمیداشتم خیابون ها حالا نمیشونم، با یه دونه موتور خریدم، فشارش زیاده، با فشار. ببین قربان این دنیا مال ما، از آسمان بارون نخواهد اومد. این که از آسمان میاد از زمین میره به آسمان. آسمانی وجود نداره. اگر گردش آبها را کنترل نکنیم، یکی از وظایف حکومت جهانی که من طرفدارش هستم اینه که قیمت آبها را الان میبرن، تصاعدی ببرن بالا. اگر شما این کارو میکنه یا الان مثلا در سندیگام دستور دادن که این کارو بکنه، وقتی شما خونه میسازید میگن پشت بامتون شیربانی درست بکنید، اسفالت بکنید، ولی آبش به جای اینکه بره به فاضل آب عمومی در یه جای جمع بشه، بعدا چون آب تمیزی هم هست بعدا اونو به درختاتون بدهید. گفتم این دنیا فقط ما میتونیم درستش کنیم. حالا شما میگید مال ماست، بعضیا میگن حتی مال ما نیست، مال بچه ها و نوه ها، مال تمام بشریت. این دوست من همینجور داره مینویسه، من نمیدونم، نمیتونم از اینجا دوره، نمیتونم بخونم که منظور سیستان موتر آب سیستان کجا رفت؟ شما بر آب کشاورزان سیستان قیمت گذاشتید، سیستان را نمیشه. بله بنده سیستان را خیلی خوب میشناسم، من چون گفتم سیستان سیستان را خوب میشناسم و در به وجود آوردن چاه عمیقای اونا هم به عنوان یک کارشناس دخالت داشتم. ولی سیسانی ها متاسفانه دوست من مثل شما همون به آب یه بیر دایرمانسو احتیاج داشتن. ما کشاورزیم 70 سال. به من زنگ بزنید با شما خصوصی هم صحبت بکنم، خیلی ممنونم. شماره تلفن آقای حسن فیروزی هست 858-342-99-91. خب از شما بسیار ممنونم. اگر باز مورد دیگه هست میخوان در مورد صحبت کنید بفرمایید و قرار اونم بذاریم برای
پنجشنبه باز با شما باشیم نه؟ هرجور که شما. چون من فردا برنامه دارم، آقای مینویی هست. اتفاقا راجع به خرد که گفتید، آقای مینویی الان برنامه‌شون از کانال یکم پخش میشه. ایشون اسم برنامه‌اش هست به دنبال خرد. و آقای مینویی خیلی طرفدار آقای شاهین نژاد هست. با هم به اصطلاح منم آقای مینویی میشناسم، در سمینار ما صحبت کردم و من خیلی ارادت دارم خدمتشون. انسانه. ببینید مشکلش من با کسی دیگه مشکل نیست، مسئله اینه که راه حل کجاست. من معتقد نیستم که در خرابه های هزار ساله پیش به دنباله. آقا ما الان با آسمان میتونیم بریم، موشک به کره ما میفرستیم، نمیتونیم برای زندگی خودمون قانون بذاریم. ما باید ببینیم که فلان کس چی گفته. ما نیازهای جامعه امروز جهانی را بهتر می‌دانیم، ولی من اگر افتخار به آبا و اجداد بخواهید بکنید نیستم. چون من بشر را موجودی بسیار قابل تغییر می‌دانم. گفتم بشر قابل کنترل نیست مگر اینکه قانونی باشه. یعنی اگر هم افتخاری بوده برای اون زمان افتخار بوده تمام شد رفت، ولی اینکه بذاریم ببینیم اونا چی میگفتن ما بعد به کجا برگردیم. راه یک راه طی شده است. ما الان به اینجا رسیدیم، از اینجا باید شروع کنیم. آقای مینوی یا هر کس دیگه به من نگه ما چه بودیم، الان چی هستیم و الان چی کار باید. من با خرد خیلی خیلی موافقم، ولی خرد به تنهایی به درد نمیخوره. باید دولت خردگرا هم باشه، باید حکومتی باشه، باید مدارسی بذارن، باید بودجه‌هاشو تامین بکنن، باید حکومتی باشه، کارخانجات اصل ازادی را تعطیل کنن. وگرنه تر تلویزیون نشستن و خرد خرد گفتن کسی خردمند نمیشه. من 100% با ایشون موافقم، اما باید زمینه. ببینید آرشیتکتا میکشن، مهندسین راه ساخت باید مصاحبه بکنن، محاسبه بکنن که فاصله این دوتا ستون ها میکشه یا نه. اینا که تئوریسینن حرفاشون عالیه، اما باید بگیم چجوری باید اجرا کرد. مثلا بنده میگم که برای جلوگیری از نفوذ کارخانجات اصل سازی در دنیا حکومت جهانی بیاد و جنگ را تمام کنن، دیگه روسیه 2500 بمب اتمی نداشته باشه. امریکا اینقدر 30% از درآمد خالصش رو صرف به وجود آوردن این همه اسلحه ها نکنه. حالا اینو کی گفته؟ یه ایرانی گفته. حالا اشتباه کرده ببخشید، بسازید و همدیگه رو از بین ببرید. بنابراین من معتقدم که هم دوستای ما میتوانیم از معارف از گذشته ها، ولی در گذشته ما چیزی نداریم معروفه که به آن ببالیم. آقا من از گذشته ها میگم انسان موجودی است که 23 جفت کروموزوم داره و 20,000 ژن. ما را ژن هایمون خلق میکنن. یه آقایی که قدش بلنده، آقای صبحی 100% از پدر مادر آبا و اجداد ژن قد بلندی را برده. اما این ژن مستقل نیست، این ژن باید تحت تأثیر محیط شیر خوبم بخوره، ورزش هم بکنه که قدش بلند بشه. ولی برای کسی که چشم آبی داره این ژن غالبه. کسی که چشم آبی داره با کسی که چشم سیاه داره فرقی نداره، هر دوشون ژنتیکه. من تو دانشکده ژنتیک درس میخوندم، اولین روز استاد ما آمد و عکس 50-60 تا حیوان و انسان و درخت و گیاه رو روی تابلو نصب کرده بود. یک سوال کرد اینا چرا با هم متفاوتن؟ یا الان عکسایی که شما اینجا دارید آقای سربی اینا چرا با هم متفاوتن؟ هر کس یه چیز گفت نه جواب، برای اینکه ژن‌های متفاوت داره. ژن است که شخصیت ما را می‌سازه، ژن است که ما را بخشنده می‌کنه، ما را خسیس می‌کنه، قد بلند می‌کنه، چاق می‌کنه، لاغر می‌کنه. خب اما
یک قدرتی باید باشه که جلوی اینا رو بگیره. شما در کشور ایران پادشاهی داشتید به نام فتحعلی شاه. جناب صاحب وجدانم به انصاف یک مرد چقدر هم قوی باشه، قدرت داشته باشه، چند تا زن لازم داره؟ ایشون 800 تا زن داشت. یه دفترچه‌ای در دربارشون بود که اسامی زناشو می نوشتن، بعد اسامی بچه‌هاشون. شاید یک دهم یک هشتم ژن‌های ما به فتحعلی شاه می رسه. انسان چه کارهایی میکنه؟ برای حفظ قدرت خودش دستور میده سر پسرش ببرن و جنازش بزنن جلوی پاش. و این پادشاه مقتدر ما هر سه روز تمام روی جنازه پسرش پا میذاره و میشین رو تختش. عنوان پله ازش استفاده. بله، شاه عباس کردش. دو تا از نواهاش کش، پسرش کش. نادرشاه، نادرشاه افشار با این همه که انسان آزاده بوده، زحمت کشیده به ایران کمک کرده، ولی وقتی شک کرد به پسرش دستور داد در حضور عده زیادی محاکمه و کور کرد. یک عده از اونا که شفاعت کردن دستور داد چشم اونا رو کور کرد. با آقای مینوی صحبت میکردم راجع به همین کوروش و این ماجرای نیو رنسانس که با چیزه، میگم آقا خب شما این داستانا رو که میگید، وقتی که اولا قصه ها رو به صورت تاریخ اشتباه به مردم میگید، بعد میگه خب آقای سربی مردم دلخوشی دارن به این، میگم خب شما نگید که بهتره که برید دنبال کارتون بهتر. شما راجع به کوروش اینجوری صحبت میکنید، تاریخ میگه که این چنان خونخوار بوده که وقتی دشمنا اینو میکشن سرشو میذارن توی یه تشت پرخون، میگن حالا تا میتونی خون بخور. مادر یکی از اونایی که کشته بود، بعد دیگه طبق این ماجرایی که گویا تمیزش میکنن سر و بدن رو برمیگردونن ایران و اینا، آخه شما اگه اونو میگی اینم بگو به قول شما ما چه مرضی داشتیم رفتیم یونان که بعد یونان بلند شه بیاد به اسکندر به خونخواهی برگشت، به خونخواهی و به طلاخواهی. این همه طلا، این همه تاراج، نه باج و مالیات از خود مردم بگیری که انقدر داشته باشی که کشورهای دیگه بدونن شما انقدر داری که اونا هرس بزنن بیان شما رو. بعد با این وضع، آخه این چه تاریخی شما به مردم میگی؟ چرا؟ برای اینکه بشرینه. بله. در سال 1495 میلادی، 1495 میلادی یادم نیست، در نوامبر یا دسامبر در ترکیه عثمانی یه پادشاهی به تخت سلطنت می نشست. در سالونی که داشتن جشن می گرفتن، پسر این دو سالن اونورتر به زندانی که بر عموهایش و بود نگاه می کرد، شمرد 19 تا عموی اینو سر برد. گفت اصلا قانون ننوشته عثمانی این بود که وقتی سلطانی میمیره یکی دیگه به سلطنت میرسه، تمام بچه‌های پسر بالای 7 سال باید سراشون بریده بشه. حالا چرا سراشون بریده بشه؟ بعدن نیان دادخواهی برای که یه وقت مثلا بیهوش نشن یا خفه نشده باشن، ولی امکان نداشت. این پسر وقتی اینا رو میشماره و گریه میکنه، میگه آه خدا، من قسم یاد میکنم به تو، اگر من روزی به قدرت رسیدم سر برادرهایم را نخواهم برید. تصادف. چند سال بعد باباش میمیره و این پادشاه میشه. روز اول صحبت که میکرد میگه که من کلیه برادرهامو بخشیدم. ارتشی میگه یعنی چی بخشیدم؟ بعد که جلسه تمام شد مادره میاد میگه پسرم خیال میکنی کار خوبی کردی؟ میگه بله ماما، این بچه کوچه چه گناهی داره من سرشو ببرم؟ میگه یادت باشه تو اونها را نکشتی ولی اونها تو را خواهند کشت. همینجورم میشه. ببینید بابا، ما موجودات ببخشید خودخواه و مغرور از خود راضی هستیم.
قدرت نداریم اینجوری یواش یواش راه میریم. آقای خمینی قبل از اینکه به ایران برسه شاید وقتی راه میرفت زیر پاش نگاه میکرد که مورچه ای را له نکنه، ولی وقتی رسید گفت بکشید بکشید بکشید. بعدم گفت ما کم کشتیم. بعدم گفت ما کم تقصیر ماست که بله کم. بنابراین ما برای کنترل این بشر خودخواه سیر ناشدنی، یه جمله هست خیلی در من تأثیر میکنه، میگه آقای سربی این دنیا برای شمای سربی به تنهایی خیلی بزرگ، ولی اگر با من تقسیم کنی خیلی کوچیک. بنابراین ما به قوانینی احتیاج داریم که اینها را قانون گذاران، اینها را مصلحین جامعه، اینها را پیغمبران، اسمش هرچی میخواد بذارید، که این قوانین باید نهادینه بشه و ما اجرا کنیم. من تصور این نمی کنم که یه روز خواهم گفت که مردم امریکا دیگه خیلی بزرگوار شدن، متعدل شدن، مترقی هستن، هر کدومشون چقدر باسواد، این چراغ قرمز رو برداریم، هر کس هر جوری بخواد بده، نکنه. اجتماع نظم و این دین و قانون برای ایجاد نظم. بنابراین اینو لازم داریم به هر شکل و صورت، هر نوع مخواد و دنبال خرابها گشتن. با عرض معذرت از کلی، من همه شنو میشناسم، به زحماتشونم عرج مینهم، ولی موافق نیستم. میگن در قبرستان ها دنبال اسکلت اونها نگردید، بذارید اونها آرامش داشته باشن. خود آقای کوروش هم اصلا با یه نفر تا نشده به من بگه که آقای فیروزی کوروش برای چی رفته بود بابو؟ چرا کباب برده بود؟ فرش برده بود؟ کوروش رفته بود بابو رو بگیر، یعنی چی فتح بکنه؟ فتح که کرد یه زندان دید، گوینا که گونه مال یهودی هست، گوه آزادش کن. از فکرها بله افکار بزرگی داشت. اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در اون تاریخ که منم اینجا گذاشتم افتخار میکنم، ولی نه اینکه دیگه خود شمشیر نداشت روی کوت دیروزتون. بله دیروز رو کوتم بود. برنامه دیروز روی یوتیوب هست، نگاه کنید. بنابراین ما مجبوریم از خودمون مایه بذاریم. گذشته ها نمیگم کار خوب، سعدی حرف خوبی کرده کرده، حرف خوبی زده زده، برداریم، ولی نه اینکه فکر بکنیم همه چیز را اونا میدانستن، چه دنیایی داشتن، چی داشتن. ما هم که الان در تمام دنیا این همه سن بشر تا چند سال پیش 35 بود، الان به 100 رسوندیم. چرا؟ بر اساس پیشرفت‌های علمی خودمون. ما الان دنبال حقوق بشر هستیم، هر کسی را که شلاق در زندان میزنن به تن ما میخوره، اما معنیش نیست که امروز میتونیم دنیا را بهشت برین کنیم. باید آموزش بدیم. اولا باید بیم که دنیا برای همه است یا نه، سیاه ها حق دارن یا نه، باهایی ها حق دارن، یهودی ها حق دارن یا نه، عرب ها حق دارن یا نه. اگر 70 سال پیش سازمان ملل متحد شورای امنیتش اشتباه نمی کرد و برای اون 350,000 عرب فقیر بیچاره ملک باخته خون خراب شده یه جایی تعیین میکرد، یه پول میداد، اینا میدونی چی میگفتن؟ خونه من مقدسه، برای تو بخر، پولش بده من اینجا بخر. و سازمان ملل، همین امریکا، همین انگلیس، همین فرانسه گفتن به درک. اینا فقط 350,000 نفر بودن. جناب سربی، من در ترکیه با اینا دوست بودم، خونهشون میرفتم و به مشکلاتشون میرسیدم. بعد من 3 بار اسرائیل رفتم محل اینا، با اینا صحبت کردم، خیلی آدم های خوبی هستن، اما مشکلشون حل نشده مونده. یه حکایتم بگم وقت شما رو بیشتر نگیرم. در زمانی که من در دانشگاه کشاورزی در ترکیه درس میخوندم، یه همشهری داشتیم از اهالی رضای، خیلی خوشتیپ، باباشم خیلی پولدار و عاشق یه دختر فلسطینی شده. هی به من فیروزی تو نطق و بیانت خوبه، برو به این بگو من دوست. بابا جا خودت باید بری به من چه مربوطه؟ گفت نه شما میتونی گانش کنی. من یه روز این دختر
کافتریا که بودم نشون دادم و گفتم که این دوست ما شما رو گفت میدونه، خب از حرکاتش، رفتارش، راه رفتارش میفهمم که منو دوست داره. خب زنش بشه پول داره. گفت شما درد فلسطینی رو نمیدونی. من درد شما چیه؟ گفت آقای فیروزی ما خونمونو به زور از ما گرفتن، هیچی هم به ما ندادن. من باید اینجا اومدم درس بخونم، بعد برم با یه فلسطینی پسر ازدواج بکنم، پسر بزایم، اسلحه بگیرم و با کسانی که خونه های ما را گرفتن مبارزه کنم. من از اون وقت حرف این خانم یادمه. آقای صبحی این کتاب منو میخوایی؟ مال تو مقدسه و پولشو بده. اولا پولشو بده. البته میگن یه عده یه مقداری پول دادن، اینا هم به اشتباه خوشحال و خوش به خوشگذرونی و رفتن چیز کردن، بعدن یه دفعه دوزاریشون افتاد که اونایی که من تاریخشون خود اونایی که اونجا خونه داشتن بعد از تشکیل دولت اسرائیل، اونهایی که دولت اسرائیل از اینا خریده پولاشون نقد به جا داده و سند گرفته، منتها اونا رفتن جاهای دیگر. یک عدهش الان در اسرائیل، شما برید محله اعراب خونه هایی دست که اسرائیل رو ندارن، نه همه شو، ولی اونایی که هستن و راضیان که حرف نمیزنن. تروریست از آدم گرسنه برمیخیزن. تروریست کسی که زخم داره، تروریست انسان زخم دیده‌ای هست که هیچ راهی غیر از کشتن خودش، من و شما، برای نجات از این بدبختی ما میتونیم اونو با آغوش بگیریم، محبتش کنیم و دنیا میتونه مشکل اینا رو حل بکنه. برای اینا الان میدونی 3.5 میلیون وقتی اسرائیل استقلال یا اینا 350,000 بودن، زاد و ولد بیشتر کردن، الان نزدیک 4 میلیون. بازم میشه در تمام این دنیا برای اینها هم یا اینکه خودتون گل دادن با هم شهرک بسازن و با در صلح و صفا، ولی یک طرف باید یه مقدار جوانمردی، گذشت، دست دلبازی کنه و نمیکنه. خب شما ما رو برید اسرائیل و فلسطین. این کتاب شما یه عکسی روش بود که من عکس رو برداشتم، اجازه بدین نشون بدم. البته قبل از اون عکس میخوام یه سند نشون بدم اینجا. آقای فیروزی دیروز اینجا دو بار گفتن که این سوربی چایی هم به ما نداد. اولا چای بهشون دادیم، اینم سندش دوستان تماشا کنید، میبینید الان روی صفحه بلد. تلویزیون و کامپیوترتون. البته آقای فیروزی گفت یک دونه نبود، دو تا خانمتون یکی آوردن و شما از دست خانمتون گرفتید دادید دست من، بعد عکسم گرفتید. بله اینم سندش، ولی عکسی که امروز گرفتم این عکس هست که من اول فکر کردم این به اصطلاح عکس ساختنی هست یا کاریکاتوری چیزی هست، ولی آقای فیروزی گفتن که نه این عکس حقیقی است. همه ما میدونیم که رئیس جمهور فعلی ترکیه آقای رجب طیب اردوغان، ایشون ورزشکار فوتبالیست بوده، توی ارتش بوده، بهش میگن سیبیلتو بزن، اونجا اشکال پیدا میکنه و میره دنبال این که هیچ کس حق نداره به من بگه سیبیلمو بزنم و اینها، و میبینید که هنوزم سیبیل داره و اینها. ولی این عکسی که اینجا هست داره مسابقه بوکسی رو نشون میده که کیا هستن. شما بفرمایید. بله عرض کنم خدمت شما که 3 سال پیش من رفته بودم ترکیه با خانمم که از دانشکده کشاورزی آنکارا که 50 سال قبلش فارغ التحصیل شدم، با یه جعبه شیرینی و یک شکلات از استادان و دانشکده تشکر بکنم. اون زمانی بود که این آقای رجب طیب اردوغان با فتح الله گلد مشکلاتی داشتن که این فتح الله گلد الان در پنسیلوانیا است و فکر کردم زمان مناسبی هست که یه تحقیقی بکنم و این مجله را پیدا کردم و از دوستان سوال کردم که جریان چیه. گفتن این 3 نفر، یکی فتح الله گلن، گلن یعنی خندرو، که الان در پنسیلوانیا است و دولت ترکیه از دولت اوباما مصرن اینو میخواد، میگه که توطئه‌گر بوده، کودتاچی بوده، شما باید اینو به من بدید. دولت امریکا هم که مسلما نخواهد داد.
از دولت ترکیه یه مقدار زیاد اطلاعات خواسته تا بررسی بکنه. یکی هم عبدالله گل بود که قبل از این آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر بود. اینا ستاشون با هم حزب عدالت و پیشرفت ترکیه را تأسیس کردن. AKP. قرار بود که این ستا که این حزب به وجود آوردن تقسیم کارشون هم اینجوری باشه که آقای عبدالله گل رؤسای دانشگاه ها را انتخاب بکنه. قبلا رؤسای دانشگاه ها را استادان دانشگاه ها انتخاب میکردن در دوره های قبلی و از زمان آتاتورک متداول بوده که استادان جمع میشدن و رؤسای دانشگاه هاشون رو انتخاب میکردن. ولی اینا تصمیم گرفتن که قانون رو عوض بکنن و آقای رئیس جمهور رؤسای دانشگاه ها رو انتخاب بکنه که روی اونها نفوذ بیشتری داشته باشه. آقای فتح‌الله گلن هم قرار شد که قضات عالی و رؤسای پلیس ها رو انتخاب بکنه و آقای طیب رجب اردوغان هم قرار شد که اعضای کابینه را انتخاب کنه. اینا رفتن و موفق شدن و قدرت رو به دست گرفتن. اما یک چیزی ما ایرانی ها راجبش کمتر شنیدیم. چطور شد فتح‌الله گلن اینقدر معروف و مشهور شد؟ فتح‌الله گلن مؤسس یا مبتکر خانه های نور بود، خوابگاه برای دانشجویان. شما فکر بکنید که یک نفر از شهر ارزروم در دانشکده پزشکی استانبول قبول شده، پدر مادرش رو ترک میکنه میاد استانبول، کجا بخوابه؟ اینها هزاران خوابگاه در ترکیه درست کرده بودن که الان همین آقای فتح‌الله گلن در کشورهای آفریقایی هم این کارو کرده، در امریکا هم این کارو کرده. اینا میان یه خونه هایی را چندین اتاق خوابه میگیرن، یه خانم مسنی را به عنوان مادر و مسئول خوابگاه اونجا میذارن. این آقا پسری که دانشجو است، 20 سالشه 19 سالشه، از استانبول اومده وارد این خوابگاه میشه، دره که میزنه مادر باز میکنه، خوش آمدی پسرم، از کجا آمدی؟ از ارزروم. اتاق میخوای؟ بعده. اتاق رو نشون میده. قیمتش چقدره؟ پسرم هر چقدر که میتوانی. بستگی به درآمد تو داره، بستگی به درآمد پدرت داره. همینجا استراحت کن. اتاقش میده، میگه ما روزای پنجشنبه هم کلاس های اسلام شناسی و قرآن شناسی داریم. البته اجباری نیست، ولی اگر خواستی شب میتونی در اون کلاس ها مجانی شرکت بکنی. و این موفقیت بزرگ فتح‌الله گلن را تعیین میکنه. هزاران هزار خانه نور در عرض چندین سال در ترکیه و قبل از اینها به حکومت برسن کار میکرد. و وقتی اینا این حزب رو تشکیل دادن، پس پلیس، بیشتر رؤسای پلیسا و دادستان و قضات آقای فتح‌الله گلن را به عنوان یک انسان متدین و یک انسان خوب و یک پدر میشناسن. چرا؟ زیر سایه اون دکتر شدن، زیر سایه اون دادستان شدن، زیر سایه اون رئیس پلیس شدن. ولی دکتر اسلامی، رئیس پلیس اسلامی که مسلمان شدن. مسلمان، آره. یعنی قانون آتاتورک لایق باید باشن. الان چندین و چندین ساله تقریبا از نظر اجرایی به ورطه فراموشی شبرده شده. حتی این آقای طیب رجب اردوغان مثل رؤسای جمهور قبلی نمیگه آتاتورک، میگه قاضی پاشا. اسم آتاتورک یعنی پدر ملت ترکیه را نمیگه، به زبان نمیاره، فقط اسم خودشو میگه.
بعد که اینا به قدرت رسیدن چند سال پیش، گویا این آقا فتح‌الله گل از رجب طیب اردوان که نخست وزیره قدرت بیشتری میخواست، سر این قدرت بینشون اختلاف شد. این دستور داده بود که اینا رو بگیرن، این خودش فرار کرد از آنجا و آمد به امریکا. وقتی به امریکا رسید درخواست پناهندگی، الان در پنسیلوانیا یه خانه خیلی بزرگی هست و این از محل پولهایی که بازاریان ترکیه، معاملگران خرید و فروش خانه به نام سهم آقا میدن، میلیاردر. اما زندگی خیلی ساده و درویشی داره. چه کار میکنه؟ در آفریقا کلاس باز میکنه، ضمن اینکه زبانشون رو درس میده همراه اون قرآن هم به اینا درس میده. این مجلس ترکیه 550 تا نماینده داره. در اون وقتی که من اینا رو یادداشت کردم، یعنی 3 سال پیش، حزب حاکم 370 تا داشت نماینده. اون حزب بین اردوان و فتح‌الله گل اختلاف افتاد، دولت بیش از 700 تا قاضی و هزاران رئیس پلیس را عوض کردند، زندانی نکردند، شغلاشون عوض کردند، شهرهاشون عوض کردند. این آقای فتح‌الله گل متولد ارزرومه، در سال 1941 در یک روستا از حومه ارزروم به دنیا آمده. تحصیلاتش 5 سال ابتداییه که اجباریه. پدرش ملا بوده و قرآن را نزد پدرش خونده و تمام آنو حفظه و مذهبش هم سنی حنفیه. مؤسس خانه های نور، خوابگاه های و آموزشگاه های مذهبیه در ترکیه. همزمان با دانشکده های علمی، دانشکده های مذهبی هم وجود داره که مؤسسش این آقا بود. در جریان دعوای این دو نفر، فتح‌الله گل با این آقای طبیب دعوا داشت که رئیس جمهور بود، 4 تا وزیر مجبور به استعفا شدن، که وزیر داخله، وزیر اقتصاد، وزیر عدالت و وزیر شهرسازی بودن. 3 پسر وزیر را از این وزرا، 3 تا پسراشون گرفتم به زندانی کردم. رشوه دهندم یک ایرانی بوده به نام آقای صراف که بلافاصله از دستور آقای نخست وزیر و گرفتن یه مقدار پول آزاد شدن. در روز 25 اکتبر 2013 آقای نخست وزیر رجب طیب اردوان با پسرش مکالمه‌ای داشته و به اون گفته تو این مکالمه که این پولا را و این طلاها را کجا ببرید، کجا بذارید و مخفی بکنید، که اینو پخش کردن. بعد اینا هم گفت که نه، این درست نیست و دروغه. نخست وزیر قبلی ترکیه رجب طیب اردوغان که الان رئیس جمهور اونجاست، خودش درس کلاسیک امروزی نخونده، به آموزشگاه های مذهبی رفته و از اونجا فارغ التحصیل شده. 2 پسر داره، 2 دختر. پسراش در ترکیه دانشکده رفتن، ولی 2 دخترش رو دانشکده های ترکیه با وجود اینکه پدرشون نخست وزیر بود راه ندادن. علتش این بود که این 2 دختر خواستن بی حجاب باشن و حجاب اسلامی میبستن و وقتی حجاب اسلامی داشتن، تا پارسال هیچ کس نمیتونست حجاب اسلامی وارد اداره بشه، حتی اداره نمیتونست بره یا وارد دانشکده بشه. آمدن و دادستان استانبول که این نوار را شنید، دستور داد که پسر اردوان را برن واژداشت کنن، ولی پلیس اجرا نکرد و بلافاصله دادستان عوض کردن. آتاتورک که بنیانگذار ترکیه نوین بود و انسان بسیار وطن دوست، درستکار و با شرف، تمام زندگیش 3 اتاق داشت.
هرگز و هرگز دنبال تظاهرات مادیگرانه نبود. این در سال 1938 یعنی 78 سال پیش فوت کرد. تا به حال ترکیه 11 تا رئیس جمهور بوده که مجلسین انتخاب میکردن. این آقای طیب رجب اردوغان این قانون اساسی رو عوض کرد و گفتش که رئیس جمهور رو باید ملت مستقیم انتخاب بکنن و همین جور شد و این آقا سال گذشته شد رئیس جمهور ترکیه. آتاتورک یکی از کارهای عمده‌ای که کرد این بود که کشور ترکیه را گفت غیر مذهبی است، بیدین نیستن، غیر مذهبی هست. اجازه آزادی مذهب در خانه ها هست، در بیرون هست، اما پخش کردن اذان از مساجد ممنوع بود. 18 سال زمان آتاتورک و بعد از آن اذان به ترکی گفته می شد. آتاتورک یکی از قوانین را هم که به تصویب رسان این بود که مردم در کوچه و بازار باید رعایت قانون لباس پوشیدن را بکنن. یعنی آخوندان میتونستن لباس آخوندی را فقط در مسجد بپوشن. وقتی وارد مسجد میشدن لباساشون عوض میکردن، لباس روحانیت به تنشون میکردن، ولی در خارج از مسجد نمیتوانستن. دوم این که هر کس میخواد آخوند بشه از دانشکده الهیات باید فارغ التحصیل میشد. پوشیدن لباس ها اجباری شد در ادارات، دانشکده ها و مؤسسات. به خانم هایی که با حجاب اسلامی راه میخواستن برن اجازه ندادن. ولی الان امروزه با تصویب قوانین جدید تمام آرمان های آتاتورک از بین رفته. 3 سال پیش که بنده به اتفاق همسرم اونجا بودم با یه دوستی که حقوقدان زندگی میکردیم خونه اونها، خواستیم بریم دیدن مولانا جلال الدین بلخی، بلیت رزرو کردیم و وقتی رفتیم دیدیم که خانم ها و آقایون باید جدا بشینن. من اعتراض کردم، بخشنامه دولت آوردن نشون دادن که سوار شدن خانم ها آقایون حتی دخترش باشه مادرش باشه هرچی باشه قدرن، یک طرفه قطار مختص آقایونه، یک طرف مخصوص خانم هاست. من اینو 2 سال پیش در یکی از تلویزیون ها گفتم، بعد اون مجری برنامه گفت فلانی، چند نفری تلفن کردن اعتراض کردن، اعتراض بکنن، 1000 نفر اعتراض بکنن، 1,000,000 اعتراض کنن. بنده یه ماه پیش از ترکیه آمدم، خانم هم شاهده، شماره تیکت هامونو مشخصه. در زمان آتاتورک که کشور ترکیه لائق بود و 18 سال قرآن به ترکی خوانده میشد، اذان به ترکی اجرا میگردید، ولی بعد از فوت آتاتورک یواش 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 نفوذ آخوندها چربید و اذان برگشت به عربی، قرآن برگشت به عربی. آتاتورک مخالف سرسخت آخوندها بود، اما به تدریج آخوندها پیروز شدند. الان آخوندهای کراواتدار هستند. در سال 1960 من اون وقت دانشجو بودم در ترکیه، انقلابی شد، کودتای نظامی بود و جمال گورسه که خودشم کرد بود، یعنی افسران جوان یک کودتای کردن، بعد صبح نزدیک های صبح جمال گورسه رو گذاشتن در رأسش. کودتای نظامی همیشه با مشکلات زیادی توامه، چون نظامی ها مسائل اقتصادی را رعایت نمی کنن، وضع ترکیه رو به وخامت رفت. یکی هم این که اینا آدنان مندرس یکی از فعالتر نخست وزیران ترکیه بود و انسان بسیار درستکار و با صداقتی بود، به اضافه 2 تا وزیری دیگه اعدام کردند و عبارت از این بود که آقای آدنان مندرس از امریکا کمک خواست و اونام گفتن که حق نداری بولدوزرهای نظامی را در کار راهسازی به کار ببری.
آدم بندر روسیه اشتباه کرد، گفت اگر شما ندهید از روسیه کمک میگیرم و بلافاصله کودتای نظامی شد. بعد از 20 سال دیگه 30 سال دیگه 20 سال دیگه دوباره جنرال اورد در سال 1980 دوباره کودتا کرد ولی با موفقیت توأم نشد. کردها در ترکیه یکی از بزرگترین مسائل بود که داشتن و دارن. خود کردها معتقدن که بین 14 تا 16 میلیون نفر کرد در ترکیه زندگی میکنه. البته اون وقت که من دانشجو بودم به اینا حق نداشتم بگن کرد، باید میگفتم ما ترک کوهی هستیم. ولی به تدریج با قیامهایی و با ترورایی که اینا کردن، آقای اوجلان رئیسشونو که در یه مدتی در سوریه، سپس در لبنان و بالاخره رفت به آفریقا، امریکایی‌ها گرفتن و از ترک‌ها قول گرفتن که قانون اعدام رو لغو کنن و به اینا دادن. در گذشته خیلی عذر میخوام، یکی از دوستان نوشته کتی که شما پوشیدید تو تلویزیون وقتی چیز میکنید اینجوری رنگش رو میبینید عوض میشه. بله بله. خط دیگه نمیپوشم. بله. چهار تا از رؤسای جمهور کرد، اسمت اینینو، جمال گیرسر و ترگوت اوزال، کرد بودند. اما از دوره مسعود الماس ترکیه شروع کرد به دولت ترکیه به علت وضع بد اقتصادی شروع کرد به فروختن اموال دولتی، آهن و فولاد و سیمان و قسمتی از بنادر را فروختند و قسمتی از نیروی هوایی و صنایع سازندگی را. الان ارتش ترکیه هم بعد از این جریان کودتایی که گرفتن 100% افتاده دست طرفداران آقای طیب رجب اردوان. 111,000 نفر این کودتا زندانی داشت و اینقدر بعضی هاشون افراطی هم که میگن قانون عوض بکنیم که بتوانیم یک عده از اینا را اعدام بکنیم. ترکیه الان در شرایط سیاسی خیلی محلی جالبه. شما میگید آتاتورک مثلا همه زندگیش 3 اتاق داشت، بعد حالا وضع اقتصادی بد ترکیه، این آقا اومده یه وایت هاوسی درست کرده که 200 اتاق داره. بعد خودش هم شما میگید که اون شنودی که کردن، اون نواری که پخش شده با بچه‌هاش و پسرها، اینم یعنی اینم یه آدمی مثل صدام حسین در حقیقت. همش ولی چیزای عتیقه و اینا خیلی دوست داره و تو اونجا جمع‌آوری کرده. بله. کاخ سفید میگن اونجا. بله بله. اسمش بله. یه قسمت از 200 اتاق متأسفانه. قربان همونه که اگر بتونه تا 800 تا زنم میگیره. اگر ما بتوانیم برای حفظ قدرت، یادم رفت بگم در همون سلاطین عثمانی یه خانمی بود که مادر بزرگ بود، نوه داشت، برای حفظ قدرتش دستور داد 2 از نوهاشو خفه کردن. بشر موجود بسیار خیلی خوبی نیست. نه. مگر اینکه خوب شود. موجود خطرناک است. اینی که متاسفانه در ترکیه در حال حاضر 185 تا دانشگاه وجود داره و هر مؤسسه که 3 دانشگاه داشته باشه بهش میگن دانشگاه. در ترکیه 115,000 مسجد است و 85,000 مدرسه مذهبی. در زمان هیتلر خیلی از دانشمندان آلمانی که با هیتلر موافق نبودن فرار کردن، اومدن به ترکیه و در ایجاد ترکیه نوین به ترکا کمک کردن. این نتیجه تحقیقاتی بود که من در اونجا به دست آوردم. الان ترکیه در حال حاضر در عرض 12 سال 650 میلیارد دلار بدهی خارجی داره و وقتی اینا سر کار می اومدن 125 میلیارد دلار دولت ترکیه بدهکار بود. شایعه است در پارلمان ترکیه چند تا از وکلا چند تا زن دارن. چند زنی را هم مثل اینکه دارن یواش یواش قانونی میکنن. اینم راجع به ترکیه. بسیار ممنون. من یک مطلبی را قبل از اینکه
شروع بکنم یادم بود بگم، وان عبارت از قدردانی از زحمات افرادی که به گونه ای کارهای فرهنگی انجام میدن. حالا اینو هم ببر چیز، من معتقدم اگر تلویزیون چی ها، اونایی که مدیر تلویزیون هم یا مجری تلویزیون هم، یه مقدار رعایت ادب در گفتار را بکنن، از بکار بردن کلمات خشن بپرهیزن. مثلا من یه آقا اسمشو نمیبرم، یه آقایی هست مرتب کلمه کثیف کثافت به کار، اصلا خود این زیبا نیست. تمام آثار فردوسی را بخوانید یه کلمه کثافت به ما پیدا نمیکنه، یا در بوستان سعدی نیست، یا در گلستان سعدی نیست. اینا هم کار فرهنگی انجام میدن. کار فرهنگی یعنی چیزی به من بگید که من دیروز نمیدونستم. یه چیز جدید. یک چیز جدید، یک آمار جدید. یکی از خوشبختی‌های منده اینه که در شهری زندگی میکنم، سندیگو، که چند تا سازمان غیر انتفاعی فرهنگی هستن. اعضای اینها در نهایت صمیمیت، چون من رفت آمد دارم میشناسم، بدون هیچ نوع چشم داشت تمام عمرشون خودشون وقت به کارهای فرهنگی کردن. یکی از اینا یه خانمی بود که به اتفاق یه خانم دیگه، عرض کنم خدمت شما که مدرسه ای را 35-6 سال پیش برای بچه ها ایجاد کرده است. مدرسه مال خودشون نبود، میرفتن از دبستان های دیگر وقت میگرفتن، خواهش میکردن صبح های یک شنبه این مدرسه را در اختیار اینا میذاشتن. این دو بانوی گرامی، یکیش خانم استخریه که الان زنده هستن، و یکی هم خانم باقری بود که متاسفانه چند سال پیش فوت کرد. این دو بانو و چند نفر دیگر در ایجاد این مدرسه در سندیگو سهم بالایی دارند. یکی از شگفتی‌های خانم استخری که ما در یکی از سمینارها ایشون پشت میکروفون بردیم و یک شاخه گل دادیم، میدونید چیه؟ شما میدونید سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان است. و خیلی ها وقتی اینو دارن وحشت دارن کسی دیگه نتونه مخفی میکنه. این خانم وقتی سرش زیر اشعه بود و موهاش ریخته بود، میرفت در پارک‌های پر جمعیت مینشست، سرشم باز میکرد و به خانمای دیگه میگفتش که چکاپتون رو فراموش نکنید. این کار فرهنگی. خانم استخری بگو باید بدونم، من که تلویزیون ندارم، من که روزنامه ندارم، به میگم به از اونا خواهش میکرد که بگن که بالای 35 بروید و چک بکنید. الان این خانم در سانگیگو هست، یکی از خانم های فعال اون شهر. سلام بارو بهشون برسون، از همینجا خودتون بارشون سلام بفرستید. بعد این سازمان افتاد دست همون دست افراد دیگری. یه آقای دیگری هست که الان چندین و چندین ساله به نام آقای علی صدر. این آقای علی صدر در خودش برای دولت کار میکنه، اما تمام ذکرش، فکرش، دینش، مذهبش، ایمانش این مدرسه و سعی میکنه با پولی که از اولیای دانش آموزان میگیره، خب معلم ها هزینه دارن دیگه، اگه مدرسه درست شده نمیشه گفت خانم شما تشریف بیارید هر یک شنبه، هر سه شنبه، هر چهار شنبه مجانا. اینجا با امکانات بسیار جزئی این سازمان را میچرخونه و خب پشت سر هم حرف میزنن، پشت سرشون هم حرف میزنن. اما دو چیزش برام جالبه، اینه که مقاومت کرده و سنگر خالی نذاشته و باعث حداقل این شده که چند صد نفر بچه ها در این منصه میرن، تعطیلاتش با هم جشن میگیرن، با هم دف مینوازن و عکس میگیرن و مجله هم دارن که مجله را به همه جا میفرستن. ولی چون برای آقای علی صد قراره که در اوائل ماه نوامبر در سندیگو از طرف بقیه دوستان به عنوان قدردانی از زحمات فرهنگیشون شاخه گلی بدهن،
و متاسفانه در اون تاریخ اونجا نیستم، خواستم منم از همینجا وسیله این نوار بهش بگم علی صدر دستت درد نکنه، روزی تو نخواهی بود و افراد زیادی به خاطر خواهند آورد که علی صدر کلاس دف داشت، مدیر مدرسه بود و چه زحماتی برای تشویق آنان کشید. دستت درد نکنه، اجزاکم عند الله، امیدوارم موفق باشید، آرزوی سلامتی دارم و مطمئنم که این کارتو تا روزی که بازنشسته بشی از زندگی انجام خواهی داد. ما هم بهشون خسته نباشید میگیم و من خودم چون دبیر بودم میدونم که این معلم بودن و تو کار آموزشی بودن چه لذتی به خود اون لذت شخص معنوی داره. در هر صورت واقعا خسته نباشید و کار مشکلی هم خیلی هست. کار مشکلی بله. مخصوصا اینجا که عقیده ها متفاوته، چرا اینجا رو گرفتی، چرا اونجا رو گرفتی، چرا این درس میدی، چرا اون درس میدی. شما قشنگ گفتید که با مقاومت و پشتکار به اصطلاح در هر صورت بهشون تبریک میگم و امیدوارم ادامه داشته باش. بابا من در خدمت هستم. من ممنونم از شما. دوستان عزیز، همون جوری که آقای فیروزی گفتن، میتونید مستقیما با خودشون تماس بگیرید با شماره تلفن 858 342 99 91، یا اگه میخواین ایمیل بفرستین، فیسبوک، اینها همش اون قسمت مردم تیوی میتونید بفرستید، من براشون ارسال میکنم. و ایشون این هفته در مرخصی هستن، خارج از شهر هستن، حتی دیروز خودشون گفتن برنامه دیروز رو نتونستن تماشا کنن. من گفتم خب معلومه دیگه، از اینجا که میرین با اون فامیل، با پسر عمو و خانواده عمو، اینها دیگه باز قرار نیست بشینید برنامه خودتون رو نگاه کنید. و امیدوارم که اگر شماها پرسشی دارید یا نظری دارید با ایشون در میون بذارید. و چندین بار ایشون گفته نمایندگی باهائی‌ها رو ایشون ندارن، اینجا فقط و فقط به اصطلاح نقطه نظرات خودشون رو 100% عنوان کردن. از هر خطا و اشتباهی عذر می‌خوام، ولی امیدوارم دل کسی را نرنجانم. سعی می‌کنیم پنج شنبه هم باز با دوستان باشیم. خب پس به امید دیدارتون پنج شنبه، ولی برنامه‌های خودمون طبق روال معمولی 2 بعد از ظهر فردا با برنامه صبحی با مردم، بعد 3 بعد از ظهر آقای یزدان خداوندلو از آلمان، 5 بعد از ظهر آقای پرویز مینویی از تگزاس. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. روز روزگار بر شما خوش.